با عرض سلام خدمت تمامی همراهان و همکاران گرامی، جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار میشه در تاریخ 26 نوامبر 2022 مصادف با 5 آذر 1401. سخنرانان و موضوعات سخنرانی رو خدمتتون عرض میکنم. در ابتدا سرکار خانم کوثر ولیزاده با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در آبان ماه 1401، در ادامه سرکار خانم فهیمه تیموری با بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم فرشیده پورازران با موضوع امنیت جامعه زنان ایران، سرکار خانم سپیده عشقی با موضوع زن ایرانی، خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، و در انتها سرکار خانم شرعی محمودی با موضوع آیا با حجاب اختیاری اعتراضات متوقف خواهد شد، و در بحث آزاد موضوع زنان در انقلاب پیشرو رو داریم و دست‌اندرکاران جلسه مسئول جلسه آیلار اسماعیلی، منشی جلسه سرکار خانم لیلا رمضان، مسئولین ضبط صدا و تدوین سرکار خانم سمانه بیژندی، جناب آقای سعید پورمن و ادمین ها سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی، جناب آقای محمد یوسف احمدی و جناب آقای حسین طباطبایی. در ابتدا دعوت میکنم از سرکار خانم ولیزاده با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در آبان ماه 1401. لطفاً اگر که آمادگی دارین با علامت دست من رو راهنمایی کنید. بفرمایید، ما در اختیار شماست. سلام و عرض درود فروان خدمت همین دوستان عزیز. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم. میخوام قسمتی از اخبار نقض حقوق زنان رو در ماه گذشته رو براتون بخونم. اتهامات الهام افکاری به دلیل اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، در حالی که سعید افکاری برادر خانم الهام افکاری پیشتر اعلام کرده بود سوالاتی که طی بازجویی در پلاک صد اطلاعات شیراز از الهام پرسیده شده در مورد تبلیغ علیه نظام و از طریق پست و استوری در مورد نوید و دیگر کشته شدگان و به دلیل دادخواهی بوده و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که آذر 1401 اعلام کرد که اتهام خانم الهام افکاری به دلیل اجتماع و تبانی بوده و ایشون با خارج از کشور و عناصر و فعالیت‌های رسانه‌ای خارج از کشور ارتباط داشتن و ادله هم وجود دارم. وضعیت خانم افکاری که از زمان بازداشت در اعتصاب قضا به سر میبرند و 2 روز پیش به بند بازداشتی های اخیر زندان عادل‌آباد منتقل شدند، در تماس تلفنی ایشون با خانوادهشون قانع شده که اعتصاب قضاشون رو بشکنه و همچنان در زندان به سر میبرند. تداوم بازداشت و بلا تکلیفی خانم نیلوفر حامدی. خانم نیلوفر حامدی روزنامه نگار زندانی که در شامگاه چهارشنبه 31 شهریور در پی بازداشت گسترده روزنامه نگاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرد. آخرین اطلاعات درباره پرونده به این است که آخرین جلسه بازجویی خانم حامدی 3 آبان برگزار شد و 10 آبان ماه هم برای دفاع پایانی به شعبه 2 بازپرسی منتقل شدن. با وجود اینکه دفاع آخر انجام و روند رسیدگی هم به پایان رسیده و بازجویی هم ادامه ندارد، همچنان نه خبری از صدور کیفرخواست هست و صدور قرار وثیقه یا هر اقدام قانونی دیگری هیچ خبری نیست. بازداشت خانم ساناز تفصیلی. خانم تفصیلی هنگامی که در اتومبیل شخصیشون در حال تردد در شهر بودن توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و سپس ماموران به همراه نام برده به منزلش رفتن.
و سپس پس از بازرسی محل و ضبط وسایل شخصی مانند لپتاپ و تلفن همراه و کتب مذهبی او رو به مکان نامعلوم منتقل می‌کنند. تا زمان انتشار این خبر از محل نگهداری و اتهام خانم تفضیلی اطلاعی در دست نیست. قابل ذکر است که خانم تفضیلی در سال 1391 یک دوره محکومیت 6 ماهه داشتند و به دلیل به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان وکیل آباد مشهد را گذراندند. خانم سهام مرتضایی. خانم مرتضایی حدود ساعت 9 صبح دوشنبه 30 آبان هنگام رفتن به محل کار با ضرب و شتم شدید ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و در اثر ضربات وارده وی دچار کبودی ها و زخم های متعدد در نواحی سر، دست، پا و همچنین باسن و ناحیه تناسلی شدند. پس از بازداشت وی ابتدا به زندان اوین و سپس به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدند تا این لحظه تا به لحظه ضرب الجرح رو بررسی بشن. مشهد ضرب و شتم یک خانم باردار. این خانم باردار به نام محشید کاشانی نژاد در جریان اعتراضات مردمی مشهد به دلیل ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی دچار سقط جنین شدند. وی پس از بازداشت به قرنطینه زندان منتقل شده و در حالی که کتف وی نیز دچار شکستگی شده در قرنطینه زندان مشهد بدون حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب نگهداری میشن. وضعیت زندانیان زن بازداشت شده در استان رضوی. دست کم 86 بانو در جریان اعتراضات مردمی استان خراسان رضوی بازداشت شدند و در قرنطینه زندان مشهد در شرایط سختی نگهداری میشن. به دستور نهادهای امنیتی دست کم 10 زن بازداشت شده دیگر 10 زن بازداشت شده دیگر به بند عمومی که برای تنبیه زنان مورد استفاده قرار می گیرد و مکانی تاریک و بدون هر گونه امکانات اولیه است منتقل شدند. فشار بر چهره‌های مشهور از جمله خانم الناز شاکر دوست، میترا حجاری، میترا حجار و باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگام قاضیانی و پروانه سلحشور که همگی بازیگران مطرح سینما و تئاتر ایران هستند که به نوشته میزان در یک هفته گذشته احضار شدند. احضار شدگان با اتهاماتی مانند اظهار نظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی روبرو هستند. انتقال اضطراری نسرین جوادی. خانم نسرین جوادی به شدت مریض بوده و تنها در بهداری زندان با تشخیص اینکه بیمارشون سرماخوردگی بوده مورد مداوا قرار گرفتن. اما شب حال ایشون به وخامت رفته تا حدی که صبح 28 آبان 1401 ایشون نیمه هوش میشن و در معرض کما به کما رفتن بودن و مسئولان زندان اوین در اقدامی غیر قانونی در مورد بیماری نسرین، خانم نسرین و انتقال اون به بیمارستان خارج از زندان به خانواده او هیچ اطلاعی ندادن. خانواده این فعال کارگری از طریق دیگری از این انتقال مطلع شده و پیگیر یافتن بیمارستان و محل مداوای اون بودن. بازداشت روزنامه نگاران. خانم صادقی در تاریخ 27 مهر 1401 بازداشت شده و به گفته منابع نزدیک به خانواده او همکنون در بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز نگهداری میشه
و ایشون در جریان اعتراضات آبان 1398 و انتقاد به آنچه در جریان ساخت و ساز و سپس فروغ ریختن ساختمان متروپول در آبادان گذشت، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در جریان پروسه دادگاه‌های پرونده پیشین خود ایشون دچار سکته مغزی شده و در حال حاضر به داروهاشون دسترسی ندارن و در بازداشت موقت به سر میبرن. خانم صادقی برای 15 روز دیگر این در زندان موندن ایشون با در زندان بمونن و تمدید شده 15 روز دیگر. این در حالی است که وضعیت سلامت ایشون خوب نیست و در وضعیت نامناسبی قرار دارن. خانم هنگامه قاضیانی بازداشت شد. خانم هنگامه قاضیانی بازیگر سینما با برداشتن حجاب خودشون از سر و با برداشتن حجاب از سر خود در خیابان و دم اسبی کردن موهای خود به نماد مبارزه و حضور زنان در اعتراضات تبدیل شده و در پیام‌های اینستاگرامی خود نوشتن که همراه مردم میمونن. پس به همین دلیل ماموران حکومتی ایشون رو دستگیر کردن و ایشون رو به اتهام حامی اغتشاشات و ارتباط با رسانه‌های مواد و ضد انقلاب دستگیر کردن. یک آخوند دختران دانش آموز هنرستان برقی قم رو کتک زد. گفته می شود دختران دانش آموز به محتوای توهین آمیز سخنان این آخوند اعتراض کردند که با حمله دو فرد مواجه شدند، به طوری که این دو اقدام به کتک زدن و سیلی زدن و حتی لگد زدن به دختران دانش آموز کردند. همچنین از زمان اوجگیری اعتراضات در ایران گزارش هایی از ضرب و جرح دانش آموزان از سوی ماموران یا نیروهای بسیج و حراست منتشر شده. جان باختن تی این کتک کاری ها و اتفاقاتی که افتاده، یکی از دانش آموزان به نام اسرا پناهی، دانش آموز دبیرستان شاهد اردبیل، پس از کتک خوردن از ماموران دبیرستان به بیمارستان انگار منتقل شدن. اعتراض های سراسری گزارشی از بازداشت دست کم 79 شهروند در شهرهای ایران داره که در این بین اسامی شهروندان زن هم دیده میشه، از جمله خانم مرضیه زیاری، شهین حداد لارجانی، اهل آمل، آتنا یوسفیان و فرهناز ناظری و اهل شهرستان قائم شهر، نسیم فاخر اهل شهرستان بهشهر. پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاهی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل شدند. علی‌رغم گذشت مدت نسبتا زیادی از تاریخ بازداشت این شهروندان به طور بلا تکلیف به سر می‌برند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته مژگان کابوسی، مهسا، زائق کش، دو تن از شهروندان بازداشت شده در جریان برگزاری اعتراض سراسری هم به طور بلا تکلیف در زندان شهرستان تون کابون به سر میبرن. تا این لحظه لطفاً تا دو دقیقه دیگه جمع‌بندی کنیم. مرسی از شما. بله ممنون. تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت این خانم ها خبری نیست و اتهاماتشون هم معلوم نیست. این اخباری که من خوندم ناقض مواد 3 یعنی حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8
رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و همچنین ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی از هستم. ممنون که ما شو در اختیارم قرار دادیم. متشکرم. سپاس از شما سرکار خانم ولی‌زاده بابت گزارشی که ارائه فرمودید. متاسفانه در طی دو ماه گذشته واقعا اخبار ناگوار در کشورمون چندین برابر شدن و هر خبری که منتشر میشه قلب انسان رو به درد میاره. در ابتدا تسلیت عرض میکنم خدمت تمامی خانواده هایی که عزیزانشون رو در راه انقلاب ایران از دست دادن و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای تمامی هموطنانمون که در حال حاضر در خیابان‌ها هستند و برای آزادی می‌جنگند. اگر که نظری در ارتباط با گزارش سرکار خانم ولی‌زاده دارین لطفاً بفرمایید. در ادامه دعوت می‌کنم از سرکار خانم فهیمه تیموری با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم تیموری لطفاً با علامت رئیس هم من رو راهنمایی کنید. وقت در اختیار شماست بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما بزرگواران، در خدمت شما هستم با بررسی کنوانسیون رفع تبعیض زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در 3 سپتامبر سال 1981 به اجرا درآمد. در ماده 1 این معاهده تبعیض علیه زنان عبارت است از قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است و حقوق زنان یعنی به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق بر پایه مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تأهل آنها در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها. در مقایسه با این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت آشکار شاهد نقض حقوق زنان در زمینه‌های نامبرده هستیم. ایران یکی از 6 کشور جهان است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است. در مقدمه قانون جمهوری اسلامی آمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلام است و انعکاس خاص قلبی امت اسلامی است و همچنین در اصل 115 قانون اساسی آمده رئیس جمهور باید از میان رجال باشد بدان معنا که باید مرد باشد. قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق زن است. یکی دیگر از نقض‌های آشکار ماده یک معاهده مذکور بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه درباره خروج زنان متأهل از کشور است. به موجب این قانونی که در سال 1351 به تصویب رسیده است، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود. در بنده 3 آن مقرر شده است زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در مواقع اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست حق سفر دارند. همچنین در ماده 19 این قانون آمده است در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. بنابراین حتی اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر می تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع خروج کند. ماده 2 از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان اذعان می‌دارد. دولت‌های عضو تبعیض علیه زنان را
باید به هر شکل محکوم نمایند و موافقت نمایند، بدون درنگ سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور بر امور زیر تعهد می نمایند. یک، گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود. دو، اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. سه، حمایت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. چهار، خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین این که مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نماید و اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی است و رفع تبعیض علیه زنان در هیچ جای قانون اساسی اعمال نشده. این به این معنا است که قوانین داخلی حکومت ایران در تناقض مستقیم با این دو ماده کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان می باشد و قوانین ایران هیچ حمایتی از زنان نکرده و هیچ مسیری برای بهبود وضعیت حقوقی زنان انجام نداده است. در زیر برخی قوانین تبعیض آمیز در قانون مجازات اسلامی نظام اسلامی ایران به اختصار ذکر می شود. الف، تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. در تبصره شماره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم شود موجب حد یا قصاص می شود، در صورتی که مجرم 12 تا 15 سال داشته باشد به یک از اقدامات مقرر محکوم شود. در ماده 147 همان قانون در تعیین سن بلوغ، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام است. اهمیت موضوع در مواجهه با ماده 146 قانون مجازات اسلامی روشن می شود که مقرر کرده افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. این ماده قانونی به صراحت در تضاد با قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است که افراد زیر 18 سال را کودک می داند و اعمال قوانین باید بر افراد بالغ باشد و برای کودکان و افراد زیر 18 سال شیوه برخورد دیگری پیش بینی کرده است. به تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن. ماده 199 قانون اساسی اذعان دارد نصاب شهادت در کلیه جرائم دو مرد است و در صدر ماده در برخی حدود شهادت زن قابل قبول نیست و در موارد دیگر شهادت دو زن به مثابه یک مرد محسوب می شود. در این ماده زن نصف مرد تلقی شده و این خود قانونی کردن تبعیض علیه زنان است و شأن و منزلت اجتماعی را خدشه‌دار می کند. مورد دیگر قانون قصاص است، به این معنا که اگر زنی عمدن مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمدن به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را بپردازد. قانون 382 قانون مجازات اسلامی. ماده 3 از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بیان می کند دولت‌های عضو باید در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمام اقدام‌های لازم از جمله قانون‌گذاری را اعمال کنند تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند. تمام موارد این معاهده در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نقض شده است. به طور مثال در ماده 448 در تعریف دیه آمده است دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است. این مورد یکی از تبعیض‌های آشکار در قانون مجازات اسلامی علیه زنان است، اگرچه در 3 سال اخیر با توجه به رأی دیوان عالی کشور تا حدود این قانون اصلاح شده است، اما در عمل تغییری ایجاد نشده است و طبق ماده 551 در قانون مجازات اسلامی دیه یک زن نصف دیه مرد است.
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند 6 ماده 487 مقرر می‌دارد دیه جنین که روح در آن پدید شده در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد بود. در ارتباط با قوانین ارث نیز به وضوح می توان تبعیض جنسیتی را مشاهده کرد. قانون به صراحت حقوق زن را پایمال کرده و حق و حقوقی کاملا نابرابر برای آن مشخص و شناسایی می کند. ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره مند می شوند. در این باب هم قانونگذار تبعیض‌های آشکار جنسیتی علیه زنان را اعمال کرده است. ماده 907 قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است. اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد. حتی ارث بردن زن از شوهر 1/8 ارث مرد است، در حالی که ارث مرد از زنش تمام اموال زن است. همچنین دولت‌های عضو کنوانسیون طبق ماده 7 موظفند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند. حق رأی دادن در همه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان‌هایی که با انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند. دو، حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. سه، حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. در راستای این معاهده می‌توان اشاره کرد نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ایدئولوژی اسلام شیعی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. در این ساختار زنان به طور کامل از حضور در ساختار مدیریتی محروم می‌شوند و هیچ زنی نمی‌تواند به چنین جایگاهی برسد. تمام اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان، بیت رهبری، اعضای تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اصلی مرد می باشند. در مشاغلی و نهادهایی مانند امام جمعه، قضاوت و قاضی در شعبات مهم دادرسی نیز زنان جایگاهی ندارند. سران سه ارگان مهم دولتی همچون قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه نیز مرد بوده و زنان اجازه حضور در این مقام ها را ندارند. ماده 5 از کنوانسیون بین المللی بیان می کند دولت های عضو اقدامات مقتضی زیرا باید به عمل آورند. تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. و همچنین حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. در تناقض با این معاهده دولت ایران هیچ برنامه آموزشی برای رفع تبعیض نداشته است. عرفهای جامعه با حمایت قوانین به چشم جنس دوم به زن نگاه میکنند و تعالیم مذهب اسلام به کرات زنان را کشتار مردان معرفی کرده و زن را آفریده‌ای برای لذت بردن مردان معرفی میکند. با اینکه زنان بیشتر از مردان در بزرگ کردن کودکان نقش دارند، اما تمام تصمیم گیری ها برای ازدواج کودکان، حضانت کودکان و خروج کودکان در قوانین حکومت ایران با مردان است. حتی مرد ولی دم کودکان معرفی می شود که در صورتی که فرزندش به قتل برساند چون ولی دم از شمول مجازات نمی شود. قانون مدنی ایران در دو ماده 1043 و 1044 اجازه پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است. قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران ازدواج دختر با اجازه پدر ممکن است. یعنی اگر پدر راضی به ازدواج نباشد می تواند رضایت ندهد و دختر روانه دادگاه شود. اما از طرف دیگر اگر پدر اراده کند می تواند دختر 13 ساله را وادار به ازدواج کند و بر اساس همین قانون آمار بالای ازدواج دختران خردسال تبدیل به بحران شده است. ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر
دختر باکر اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در ماده 1169 قانون مدنی قید شده مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است، حتی اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. در ارتباط با حق سرپرستی کودک، بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند، یعنی حضانت او را عهده‌دار باشد، ولی به هیچ وجه حق سرپرستی کودک را ندارد. حتی در صورت فوت پدر یا اینکه پدر در محل زندگی کودک نباشد، باز هم حق سرپرستی به مادر تعلق نمی گیرد، بلکه به پدر شوهر یا ولی تعلق می گیرد. ماده 309 قانون مجازات اسلامی اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است که این قانون هم علیه حقوق زنان است، هم کودکان. ماده 18 قانون گذرنامه نیز حق سفر زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید با اجازه ولی باشد. حق گرفتن گذرنامه و سفر، صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر 18 سال منوط به موافقت شوهر، ولی یا قیم ایشان می باشد. دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند. مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی‌تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شود. دولت‌های متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطا کنند. حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی، تابعیت مادر ایرانی هرگز به فرزندش منتقل نمی شود. پس اگر زن ایرانی با مردی غیر ایرانی ازدواج کند، نمی تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد. بند 2 ماده 976 قانون مدنی اعلام می کند کسانی که پدر آنها ایرانی هست، اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند، ایرانی محسوب شوند. و همچنین اگر زنی غیر ایرانی با مردی با تابعیت ایران ازدواج کند، می تواند تابعیت ایرانی بگیرد و بالعکسش صادق نیست. ماده 10 از کنوانسیون جهانی رفع تبعیض بیان می‌کند دولت‌های عضو باید تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش را اتخاذ نمایند. دولت‌ها باید شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای و دسترسی به تحصیل را ایجاد نمایند. دولت‌ها باید در راستای محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و کاهش تعداد دختران دانش آموزی که ترک تحصیل می‌کنند بکوشند و تلاش کنند برنامه‌ای تدوین کنند که زنان و دخترانی که قبلا ترک تحصیل کردن را به تحصیل راغب کنند. اما با گذشت بیش از 70 سال از به رسمیت شناختن حق تحصیل در بیانیه جهانی حقوق بشر، بسیاری از دختران و زنان به دلیل نابرابری جنسیتی و شیوه های تبعیض آمیز نمی توانند حق خود را برای تحصیل مطالبه و اجرا کنند. فقر، ازدواج زود هنگام و خشونت مبتنی بر جنسیت برخی از دلایل بی‌سوادی دختران و زنان در جهان است. در ایران به صورت سیستماتیک و قانونمند شده دختران را به سمت ازدواج زود هنگام می‌کشند و زنان را تنها به زادآوری و خانه‌داری تشویق می‌کنند. در کتب درسی کودکان زنان تنها در این زمینه آموزش می‌بینند. در کتب درسی کودکان مردان شغل‌های مهمی در کشور دارند و زنان تنها مادرند و در آموزش تاریخ تنها مردان هستند که کشور را می‌سازند و زنان در تمام کتب تنها مادرند یا مشغول آشپزی‌اند. دختران در سنین کودکی ترک تحصیل می‌کنند، وادار به ازدواج زود هنگام می‌شوند و دولت ایران نه تنها برنامه‌ای برای جلوگیری از این روند ندارد، بلکه خود عامل این تبعیض است. ماده 11 کنوانسیون جهانی رفع تبعیض، دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان حقوق یکسان، مخصوصا در موارد زیر، برای زنان رعایت می شود. حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، حق برخورداری از امکانات شغلی یکسان از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل و همچنین برخورداری از امنیت شغلی.
اصل 21 قانون اساسی ایران دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند که این خود نقض آشکار حقوق زنان در زمینه اشتغال است. از آن جمله می توان به ماده 11-17 قانون اساسی اشاره کرد که از ممانعت زوج در اشتغال زوجه سخن به میان آمده است، یعنی چنانچه زوج به زوجه اجازه اشتغال ندهد زن نمیتواند کار کند. همچنین قانون به صراحت بعضی شغلها را برای زنان ممنوع میکند، از آن جمله شغل قضاوت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، استخدام قضات دادگستری در سال 61 اصلاح و حق قضاوت زنان فسخ و ممنوع شد. محدودیت های ناشی از زوجیت در قوانین موضوع جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیت های پیش بینی شده است. ماده 11-17 قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. مطابق ماده 11-2 قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. ریاست مرد در خانواده به وی این حق را می دهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد. اگر مرد به استثناء ماده 11-05 قانون مدنی چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که در محیط کار هم زنان هیچ امنیت شغلی ندارند و میتوان با عدم برابری دستمزد و سوء استفاده جنسی اشاره کرد. به امید روزی که هیچ خشونت و تبعیضی علیه زنان نباشد. با تشکر. مایک رو رها میکنم. سپاس از سخنرانی که ارائه فرمودین. سرکار خانم تیموری، اگر نظری در ارتباط با سخنرانی خانم تیموری هست لطفاً بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم از سخنران بعدی، سرکار خانم فرشیده پورآذران با موضوع امنیت جامعه زنان ایران. لطفاً با علامت دست من رو راهنمایی کنید. در اختیار شماست، بفهم. ناآشنای جامعه زنان ایران. مسئله خشونت علیه زنان و مبارزه با آن موضوعی جدا نیست. زمانی که زنان پا به خیابان میگذارن یا دست به مشارکت اجتماعی میزنن، ضربه میزنن. اصلی ترین دلیل این نگرانی ها رفتارهای برخی از مردا در مکانهای عمومی است. اذیت و آزار زنان می شود. البته که این رفتارها تنها مختص به اذیت و آزارهای جنسی نیست. نگاه های معنادار یک مرد در تاکسی و اتوبوس یا فروشنده یک مغازه نیه پسری در خیابان. زمینه فشارهای روحی و روانی رو برای این قشر فراهم می کنه. صحنه‌ای در شهرهای بزرگ به یک امر عادی تبدیل شده و از جمله ناهنجاری‌های اجتماعی است. همه امنیت روانی را زیر سوال می‌برد و ترس، فشارهای روانی مخدوش مشارکت اجتماعی زنان را در پی خواهد داشت. البته هنوز معلوم نیست که چرا مردان به قائمت‌های خیابانی دست می‌زنند و چه لذتی در آن مخفی شده، اما مطمئناً نحوه با این رفتارها ناهنجاری را ترویج می‌دهند، باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای آسیب‌های روحی و جسمی وارد شده به زنان از لحاظ به یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان و جامعه شناسان حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده. روش‌های ممکن آنها را تحلیل، بازشناسی و آسیب شناسی می کنند. رکن مهمی هستند. بنابراین آسیب هایی که به این قشر وارد می شود غیر قابل جبران بوده و با توجه به اینکه نیمی از جامعه را زنان و دختران تشکیل می دهند و مشارکت زنان در زمینه اقتصادی روز به روز بیشتر می شود و نیاز به تامین رفاه اجتماعی در سطح فرد روند رو به رشد خواهد داشت. فراموش نکنیم که توجه به
زنان زمینه مشارکت این قشر از جامعه را در بخش‌های گوناگون فراهم می‌کند و مشارکت بدون دار کار موجب افزایش سطح تولید و درآمد سرانه کل جامعه می‌شود. کشور است. امنیت روح کلی کشور است و زمانی در جامعه روابط بین انسان‌ها از تقابل به تعامل تغییر کند. در ایران روابط رفته. امنیت و حقوق مردم در ایران تضعیف شده و همین موضوع باعث در جامعه شده است. اما گویی کسی مشکلات امنیتی زنان را احساس نمی کند. اگر جامعه دید آن موقع برای بدحجابان ناامنی ایجاد کنید. اما در حال حاضر امنیت قضایی باید در ابتدا این موارد تامین شود و بعد بدحجابی زنان توجه شود. نه علتها معلولها را حذف کنیم و در برخی نقاط کشور مادری برای تامین آب فرزندش به فکر نبود این امنیت قضایی نیست. ناامنی محیط شغلی برای برخی از زنان شاغل اما تعریف نشدن امنیت زنان شاغل در دستگاه امنیتی و اجبار بسیاری از مرد وضعیت مخاطره آمیز را در برخی محیط‌های کاری حاکم می‌سازد. زنان به فاصله که باید هر روز در آن حضور داشته باشند یا به صورت شبانه روزی استخدام می‌شوند با مشکلات امروزه بخشی از زنان و دختران جامعه ما با معضلی فراگیر با عنوان ناامنی به این معنی در جامعه ما اگر زن بخواهد به دلیل مختلف اقتصادی مستقل باشد و امنیت کمی دارد. زنان جامعه ما قربانیان بی‌دفاع ناهنجاری اقتصادی جامعه هستند و چون امنیت زنان جامعه تأمین کشور ندارد، زنان مجبورند به گونه‌ای با این معضل مبارزه کنند و در بیشتر برنده این بازی نیستند. آسیب پذیری و توانمندی زنان هر دو به گونه‌ای به هم وقتی آسیب پذیر نیست که توانمند باشد. زنان جامعه همیشه در سایه بودند و همیشه فرد دیگری بوده و او این اصل غلط را پذیرفته که از خود استقلالی ندارد و و با این طرز فکر بزرگ شده که هیچکی که همیشه یکی باید او را حمایت کند. در اینجا می‌پردازیم به تعداد حقوق و مسئولیت‌های فردی زنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی خورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل است. دو، حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران. اندیشه و مسئولیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد. چهار، حق داری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها و رفتارها. جان، مال، حیثیت زنان و زندگی خصوصی آن از تعرض غیر قانونی. برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت. هفت، حق ثبت در مراجع رسمی قانونی. هشت، حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن. حق و مسئولیت حضانت و تأمین امنیت روانی فرزندان. ده، حق گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه بهداشت و درمان و غیره. حق حقوقا شاید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه ولی در عمل و اجرا هیچ کدوم رعایت در قانون اساسی گفته حق ازدواج برای زنان ولی برای من که بدون با شخص مورد نظر نداشتم و این یعنی جمهوری اسلامی حتی با قوانینی که خودش به هم نقض کرده و همین که بسیار و حتما که به سری از زنان با این نقض ممنون که ما رو در اختیارم گذاشتید. سپاس از سخنرانی که ارائه فرمودید سرکار خانم پورازران. اگر که نظری در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم پورازران هست لطفاً بفرمایید.
در ادامه از سخنران بعدی سرکار خانم سپیده عشقی دعوت میکنم با موضوع زن ایرانی، خبرنگاری و روزنامه نگاری سخنرانی خودشون رو ایراد کنم. سرکار خانم عشقی، مایک در اختیار شماست. بفرمایید. با سلام خدمت دوستان، صدای من تو جلسه هست؟ بله هست، بفرمایید. بله، در ابتدا میخوام یه تعریف و تاریخچه از خبرنگاری در ایران بکنم. روزنامه‌نگار یا ژورنالیست کسی است که پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی و با توجه به مسئولیت اجتماعی، وظیفه به دست آوردن، آماده کردن، گردآوری و سامان دادن اخبار و انتقال آنها را با وسایل ارتباط جمعی شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری به مخاطبان را بر عهده دارد. بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، خبرنگاران باید کوشش کنند اخباری رو که در اختیار عموم می‌ذارن درست، دقیق و معتبر باشه و در درستی اخباری که به دست می‌آورن پژوهش و اندیشه کنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را عمدن تحریف یا خراب کنند و نیز نباید هیچ گونه مطلبی را از دید مردم پنهان نگه دارن. یکی از دشوارترین و پرمخاطره ترین شغل‌ها در جهان هستش. شغلی که میان بد و بدتر انتخاب نمیشه و افراد مشغول به اون با عشق اونو انتخاب میکنن. چرا که بدون این حس شاید قادر به تحمل دشواری‌های بیشمار این حرفه نباشن. خبرنگاری در ایران حرفه آسانی نیست. در کشور ما نیز مانند دیگر کشورها خبرنگاران خطرها و دشواری‌های منحصر به حرفه خودشون رو تجربه می‌کنن. ولی شاید بتوان مشکل اهالی مطبوعات ایران رو به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر دانست. مشکل‌هایی که سال‌ها گریبان فعالان در این عرصه رو گرفته است. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی میگه با آغاز دوران انقلاب و تغییرات سیاسی متعددی که در آن دوران آغاز شد، ما شاهد حضور تاثیرگذار مطبوعات به ویژه پیش از انقلاب بودیم. بعد از انقلاب نیز ما وارد دوره‌ای شدیم که مطبوعات رونق فراوانی داشت. به نوعی که مطبوعات هیچ گونه فعالیتی نمی‌کردند، این دوران می‌توان یکی از دوران طلایی‌ترین دوران مطبوعات ایران دانست که همه تفکرات چپ، راست، مارکسیستی و مذهبی در آن حضور داشتند. حق‌شناس میگه متاسفانه تحت تاثیر سه دلیل اصلی و همون سرعتی که این انفجار رخ داد به همون سرعت نیز خاموش شد. در اواخر دهه 50 و به دلایلی نظیر شورش‌های داخلی، آغاز جنگ تحمیلی و اختلافات سیاسی در بدنه نظام، رونق مطبوعات و تحول بسیاری دیگر از حوزه‌ها تحت شعاع قرار گرفت و فضای مطبوعات از شرایط عادی خارج شد. در این بین سختگیری‌های دولت مردان هم موجب شد که در مطبوعات و اقدامات تند برخی از اهالی آن شد و این عوامل در کنار هم فضای مطبوعات را دچار چالش و محدودیت‌های فراوانی کردند. برخورد دستگاه قضایی در این زمان باعث شد بسیاری از نشریات توقیف شوند و نگرشی که در آن زمان نسبت به مطبوعات غالب شد تاکنون نیز در بسیاری از حوزه‌ها ادامه یافته. بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب، با وجود ظهور برخی دوره‌های هرچند کوتاه مدت ولی طلایی برای مطبوعات کشورمان، مشکل های این حوزه همچنان پابرجاست. شاید مهمترین مانع در رشد فضای مطبوعاتی نگرش نادرست بسیاری از حاکمان به روزنامه نگاران است، به طوری که در بسیاری از موارد آنها خبرنگاران را نه مدافع منافع مردم بلکه مزاحمانی پرسر و صدا می دانند که به دنبال بهانه برای جنجال تراشی هستند. علی اصغر شفیعیان، روزنامه نگار، در گفتگو با گروه پژوهش‌های خبری ایرنا گفت با وجود این که ما پیشرفت‌های فراوانی در حوزه رسانه و مطبوعات داشتیم و دانشکده‌ها و دانش آموختگان روزنامه‌نگاری فراوانی در کشور داریم، ولی با این حال بسیاری از مسئولان هنوز هم از رسانه انتظار دارن که در حد روابط عمومی و زیر تسلط اونها فعالیت کنن. این ربط تأثیرات مخرب فراوانی را از جمله افت شدید سطح و اطلاع رسانی در کشور به دنبال خواهد داشت. حق شناس نیست در نظری مشابه گفت برخی مسئولان در نهایت کم لطفی به مطبوعات و فعالان آن نگاه می کنند.
نگاهی که به برخوردهای غیرحرفه‌ای و غیر استاندارد با مسئولات منجر می شود و جلوی رشد نسل جوان و پویا و توانایی را که وارد این حوزه شده اند خواهد گرفت. حق‌شناس محدودیت دسترسی خبرنگاران به منابع خبری و اطلاعاتی را که یکی از مشکلات مهم در عرصه خبرنگاری دانست و تصدیق کرد متاسفانه نظام اجرایی کشور هنوز به درک درستی از این موضوع که خبرنگاران چشم و گوش جامعه هستند نرسیده و این نگاه هنوز غالب نشده. بسیاری از مشکل های مطبوعات را ناشی از بی‌اعتمادی میان مسئولان و روزنامه‌نگاران دانست و گفت این بی‌اعتمادی باعث شده که هر گونه نقد و آگاهی رسانی در خصوص معضلات جامعه از سوی خبرنگاران به سیاه نمایی و دسیسه در نزد مسئولان تعبیر شود که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه برای افشاگری و نقادی در رسانه ها شده است. مصلا نیز با اشاره به فضای ناسالمی که به بروز تخلف و فساد در مطبوعات منجر خواهد شد گفت کمبود تجربه خبرنگاران و بازی در مطبوعات بزرگترین موزلی هست که آینده خبرنگاران جوان را تهدید می‌کند. به طور مثال خبرنگارانی که باید در جایگاه یک کارآموز فعالیت کنند به دلیل پارتی بازی به مقام دبیری یا سردبیری می‌رسند، در حالی که بسیاری از بزرگان روزنامه نگار بیکار هستند. از سوی دیگر برخی از روزنامه نگاران با سابقه متاسفانه با در اختیار دادن قلم خود به صاحبان قدرت و پول صفحات نشریات را به بولتن‌های تبلیغات سیاسی و اقتصادی برای برخی از جناح‌ها و نهادها تبدیل می‌کنند. یکی از اساسی ترین چالش‌هایی که روزنامه نگاران ایرانی به ویژه آنهایی که در رسانه‌های متعلق به بخش خصوصی فعالیت می‌کنند مسئله نبود ثبات شغلی است. توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها یکی از عمده‌ترین جلوه‌های نااطمینانی روزنامه‌نگاران با آینده شغلی‌شان است. خبرنگاری در همه جهان به عنوان حرفه دشوار شناخته شده است. متأسفانه این دشواری در کشور ما به دلیل برخوردهای کاملاً غیر استاندارد و بدون تناسب با جامعه مطبوعاتی ابعاد گسترده‌تری نیز دارد. شاهد هستیم که گاه به صرف نوشتن یک یادداشت، چاپ یک دیکتاتور و غیره شدیدترین برخوردها با مطبوعات می شود و از فعالیت اونها جلوگیری به عمل میاد. در این بین هیچ توجهی به این که وابسته شدن این نشریه ها و روزنامه ها چه اتفاقی برای خبرنگاران بی‌دفاع و بی‌پناه می افتد نمی شود. نبود امنیت شغلی خبرنگاران به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های اون هست. چگونه می توان در شرایطی که هر روز ممکن است امنیت شغلی اهالی مطبوعات به دلیل‌های مختلف به خطر بیفتد بماند؟ خبرنگار و روزنامه‌نگار یا دچار افت کیفیت و ناپختگی خواهند شد یا مجبور خواهند بود به دنبال کارهای باثبات‌تری برند. با خالی شدن جای این افراد نیروهای جدیدی وارد کار می‌شوند و تا زمانی که آنها پختگی و دانش کافی برای فعالیت رسانه‌ای را کسب کنند به سرنوشت گروه پیشین دچار می‌شوند و دچار سرخوردگی می شوند. صرف نظر از حوزه فعالیت طی شدن دوباره چنین مسیری بی تجربگی و بی انگیزگی را به دنبال خواهد داشت. طی ماها و سالهای اخیر بارها و بارها خبرهای تلخ دستگیری و محاکمه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را شنیده ایم. بسیاری معتقدند بیشتر این نوع برخوردها ناشی از نبود سعه صد در میان مسئولان و پیش‌فرض‌های اشتباه آنها درباره فعالیت‌های مطبوعاتی است. نباید فراموش کرد که هدف یک روزنامه‌نگار از پرداختن به مشکلات کشور و نمایاندن اشتباه مسئولان نه تضعیف نظام بلکه حتی تقویت آن می‌شود. نبود امنیت کاری چه از طرف حاکمیت و چه از طرف مسئولان رسانه‌ها حتی رسانه‌های مستقل و اصلاح طلب بزرگترین مشکل خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی است. به طور مثال یک اشتباه سهوی یا یک سوء تفاهم و همچنین برخوردهای سلیقه‌ای و برداشت‌های مختلف از قانون از سوی نهادهای مختلف باعث میشه تا یک رسانه به توقیف بره یا خبرنگاران با احکام قضایی روبرو شن. با وجود همه مشکلاتی که روزنامه‌نگاران در ایران با آن روبرو هستند، بسیاری معتقدند فعالیت‌های این عرصه در سال‌های گذشته گسترش پیدا کرده و به طور کلی روزنامه‌نگاری حرکتی رو به جلو داشته. بدون شک با وجود همه فشارها نمیتوان جلوی پیشرفت فناوری رو گرفت. مطبوعات ما نیز از نظر حرکتی رو به جلو رو تجربه کرده. با وجود شبکه‌های اجتماعی و اینترنت امکان محدودیت اطلاع رسانی در هیچ جای جهان وجود نداره.
و اطلاع رسانی با وجود همه فشارها ادامه پیدا کرده. افزون بر این که با وجود مطرح شدن پدیده همچون شهروند خبرنگار، حتی مردم عادی نیز در تولید محتوا و اخبار نقش آفرینی می کنند و حتی اهالی رسانه قادر به بهره برداری از این محتوا هستند. در این روزهای بحرانی که مردم نسبت به مسائل مختلف اعتراض می کنند، روزنامه نگاری با بحران مضاعف روبرو شده. بحرانی که به دلیل تهدید احضار بازداشت روزنامه نگاران را به وجود آورده. همزمان با اعتراض‌های مردم که دست پس درگذشت تخت و غم‌انگیز مهسا امینی آغاز شد، تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران نیز تهدید احضار و بازداشت شدند. انگار یک قانون نوشته وجود داره که هر اتفاقی در کشور رخ بده، اولین کسانی که باید احضار زندانی شن روزنامه نگاران هستند. اهالی رسانه همیشه در صف اول برخورد قرار داشتن. این مسئله حاکی از استمرار نگاه امنیتی حاکمیت به مطبوعات است. اغلب نگاه امنیتی باعث شده اثرات منفی بازداشت روزنامه نگاران مخفول بمانه. احضار و زندانی کردن روزنامه نگاران در شرایطی صورت میگیره که حتی بازداشت یک روزنامه نگار هم عدد بالایی، چه برسه به زندانی شدن بیش از 50 روزنامه نگار. این روزها که صدای اعتراض مردم بالا هست، خبرنگاران باید چشم گوش مردم باشن. روزنامه نگاران باید بتونن از مشکلات کشور بنویسن و صدای مردم باشن. روزنامه نگاران میتونن با گزارش‌های صادقانه، حرفه‌ای و بی‌طرفانه بی‌اعتمادی مردم و گسترش شایعه و اخبار درست شوند. اما درست در همین روزهایی که روزنامه نگاران باید فعال‌تر از قبل باشن، نمیتوانن به وظیفه ذاتی خودشون عمل کنن. بازداشت روزنامه نگاران اولین ضربه را به اعتماد عمومی وارد می کند. وقتی روزنامه نگاران احضار و بازداشت می شن، این تصور به وجود میاد انگار قرار است کارهای خلاف انجام بشه که روزنامه نگاران و به تبع آن مردم نباید درباره آن بدونن و بنویسن. و در این حال بازداشت روزنامه نگاران تلاشی برای نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌های موجود جامعه به شمار می ره. نتیجه این که رسانه‌های کشور در سرشیبی از دست دادن مخاطبان و بین رفتن اثرگذاری قرار گرفتن، شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از مخاطبان خودش را از دست داده. محدودیت‌های روزهای پرالتهاب اخیر نیز بر این روند افزوده است. متأسفانه هیچ اطلاع دقیق از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی وجود نداره. نحوه برخورد و بازداشت‌های صورت گرفته به هیچ عنوان حق روزنامه‌نگار و مطبوعات نیست. تفهیم اتهام خبرنگار بازداشتی بسیار دیر و طولانی مدت انجام میشه، ضمن اینکه خبرنگاران باید در حوادث مختلف مانند نیروهای امدادی و مسئولیت داشته باشن و بتوانن در تجمعات حضور داشته باشن و کار حرفه‌ای خودشون رو انجام بدن. اگر نگاه مجموعه حاکمیت به روزنامه نگاران به عنوان کسانی باشد که اعتماد سازی انجام میدهند، در آن صورت ضمانت اجرایی قانونی لازم را برایشان پیش بینی میکنند. در چنین شرایطی روزنامه‌نگاران با اتهاماتی چون تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و اجماع توانی راهی زندان نمیشوند. انجمن صرفی روزنامه‌نگاران استان تهران همزمان با بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران در تاریخ 2 مهر 1401 برنامه‌ای اعلام کرد که از نظر حرفه‌ای پوشش خبری اعتراضات عمومی یا محدود با پوشش خبری زلزله، سیل، افتتاح سد یا کارخانه، انتشار آمار طلاق، گزارش یک حادثه قطع هیچ تفاوتی ندارد. وظیفه حرفه‌ای ما حکم می‌کنه که اونها رو به صورت شایسته و بی‌طرفانه پوشش دهیم. این نهاد صنفی افزود ظاهرا مقامات مسئول تعریف دیگری از این حرفه دارند. در بیانیه انجمن صرفی آمده ممانعت از انجام دقیق و جامع حرفه روزنامه‌نگاری موجب بی‌اعتباری کل نهاد رسانه‌ای رسمی کشور شد. تأکید می‌کنیم وظیفه ما فراتر از رویکرد علایق سیاسی است. همچنان که وظیفه پزشک در وهله اول درمان بیمار است، فارغ از اعتقاد و گرایش‌های او، ممانعت از انجام دقیق و جامعه حرفه روزنگاری موجب بی‌اعتباری کل نهاد رسانه‌ای رسمی خواهد شد. پیامد رویدادهای اخیر متأسفانه برخی از همکاران ما بازداشت و احضار شدند که دقیقا به وظیفه حرفه‌ای خود پرداختند و مستقیما از مدیران رسانه‌ای خود مأمور به تهیه خبر و گزارش درباره فوت خانم مهسا امینی و واکنش‌های مربوط به آن شدند.
یعنی کار وظیفه حرفه‌ای خودشون رو انجام دادن. انجمن صرفی خواهان اون هستش که هر چه زودتر همکاران ما آزاد شوند و امکان انجام وظیفه برایشون فراهم شود. سازمان گزارشگران بدون مرز هم همزمان با 28 سپتامبر روز بین‌المللی دسترسی جهانی به اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست که سرکوب خبرنگاران را فوراً متوقف و بازداشت شدگان را آزاد کند. همچنین اجازه دهد که رسانه‌ها به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند. در این بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که بسیاری از کشورهای جهان در حالی روز جهانی دسترسی به اطلاعات را گرامی می‌دارند که خبرنگاران در ایران با موج جدیدی از محدودیت‌ها مواجه هستند. گفتنی است که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه از مقامات ایران خواست تا به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان دهد و دسترسی آزاد به اینترنت را فراهم کند. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که از پوشش اعتراضات ملی به بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند ایرانی حق دارد بداند چه خبر است. وی همچنین افسود همکاران ما باید فوراً آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه داشته باشند. ما همچنین از مقامات می‌خواهیم که فوراً به اخلال گسترده در اینترنت ایران پایان دهند. کانون حقوق بشر ایران نیز در بیانیه نوشت که این روزنامه‌نگاران با بهانه پاسخ به چند سوال به سازمان‌های امنیتی رژیم ایران احضار شده و پس از مراجعه بازداشت شدند. این نهاد از همه ایرانیان خواست تا اسامی مشخصات و تصاویر دیگر خبرنگاران بازداشت شده را جهت ثبت اطلاع رسانی و دادخواهی به ما برساند. خبرنگاران کسانی هستند که همواره صدای دیگران بودند، بنابراین این یک وظیفه مبرم است که صدایشان باشیم. در روزهای گذشته اخبار بازداشت هزاران نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و همچنین بازداشت گسترده فعالان مدنی، رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران منتشر شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 62 روزنامه‌نگار که این تعداد خیلی دقیق نیست، ممکنه بیشتر هم باشه. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 62 روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات ایران بازداشت شد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از درز اخبار، تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب آنها اقدام به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران کردند. به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، در حالی که حکومت ایران به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی ادامه می‌دهد، تقریبا نیمی از خبرنگاران بازداشت شده زن هستند. در این گزارش همچنین ذکر شده که 2 تن از این خبرنگارها در معرض خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید شمار روزافزون زنان روزنامه‌نگار بازداشت شده به طور نمادین نشان دهنده تمایل رژیم ایران برای خاموش کردن سیستماتیک صدای زنان است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که به دنبال جانباختن مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، تا کنون 62 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. این نهایت روز سه‌شنبه 24 آبان فهرست روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران را منتشر کرد و گفت که این فهرست بر اساس منابع خبری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در داخل ایران، گزارش رسانه‌ها و انجمن صفی روزنامه‌نگاران تهران تهیه شده است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تاکنون 14 تن از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شدند و 1 تن از آنها دوباره دستگیر شدند. در این میان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پیشتر با انتشار بیانیه مشترک نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و اخبار جهتدار از مراسم تشییع و تدفین و تجمعات اولیه متهم کرد. مقامات جمهوری اسلامی 2 روزنامه‌نگار جوان به نام نیلوفر حامدی و الهه محمدی را که در انتشار گزارش فوت و خاک سپاری مهسا امینی مشارکت داشتند، به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند. اتهامی که بر پایه قوانین ایران مجازات آن اعدام است. بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره ایراد اتهام به 2 همکار روزنامه‌نگار میگوید روزنامه‌نگاری را ممنوع کنید. بیانیه 2 نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم. به گزارش شبکه شرق، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به بیانیه 2 نهاد اطلاعاتی
که در آن اتهاماتی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی نسبت داده شد بیانیه صادر کرد. متن این بیانیه به این شهره: بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم ممنوع اعلام کنیم، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار دادند که معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است. دو فعالیت خبری مورد اشاره نهادهای اطلاعاتی جزء ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود. این در حالی است که یکی از ریشه های مشکلات کشور فقدان یا خطیر بودن انجام همین فعالیت های خبری است. آنچه را که این بیانیه رد دانسته است در واقع درمان رسانه های داخلی است. به همین علت فقدان همین فعالیت است که مرجعیت رسانه ای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و امروز با چنین وضعی مواجه شده است. به طوری که اگر تمام روز رو خود رو صرف تکذیب اخباری کنید که غلط و دروغ میپندارید، باز هم وقت کم میارید چون رسانه نداریم. از این رو برخورد با فعالیت ابتدایی دو خانم روزنامه نگار حرفه‌ای ناشی از عصبانیتی است که نسبت به رسانه‌های برون مرزی وجود دارد. ضرورت دانستن این نکته که مقابله با آن رسانه اتفاقا به رسمیت شناختن و احترام و دفاع از حرفه روزنامه نگاری است. انتقام از برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج ایران را از روزنامه‌نگاران زحمتکش و خدمتگزاران مردم می‌گیرند. این نه قانونی است، نه اخلاقی و نه حتی مفید و تاثیرگذار. این اتهام که همکاران ما برای آموزش بدیهیات و اصول اولیه روزنامه‌نگاری به خارج از ایران رفته و در کلاس‌های روزنامه‌نگاری شرکت کردن، فارغ از صحت و سقم اصل وجودی چنین برنامه‌ای، توهین به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود. آن هم دو روزنامه‌نگاری که از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاران کشور هستند. بیانیه این دو نهاد اطلاعاتی به معنای آن است که همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتی مجرم هستیم. دیوید انسورس، رئیس صدای آمریکا، بلاگ امروز خودش اختصاص داده و به روزنامه‌نگاران ایرانی و مشکلاتی که با آن گریبان هستند. کار به عنوان یک روزنامه نگار ایرانی در تبعید میتونه دشوار و خطرناک باشد. تصور کنیم مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایران پدر یا مادر یا وستگانی که شما را به دلیل کاری که داری تهدید میکنن و تصور کنید که قادر نباشید به دلیل تهدید زندان یا بدتر از آن به کشورتان بروید. این وضعیتی است که روزنامه نگاران ایرانی تبار که در صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد، بی بی سی و دیگر رسانه‌های خبری کار می‌کنند با آن روبرو هستند و باید متوقف شوند. یکی از نابکارانه‌ترین شکل‌های آزار بازجویی از پدر و مادرانی است که به آنها دستور داده می‌شود به فرزندانتان بگویید به کار برای رسانه‌های غربی پایان دهند. این تاکتیک‌ها اغلب با تلفن‌های ماموران وزارت اطلاعات ایران یا سر زدن به خانه‌های والدین سالمندان آغاز می‌شود. پیام‌های ارعاب‌آمیز گذاشته می‌شود یا ماموران به پدر و مادران می‌گویند کار فرزندانشان قابل قبول نیست و بهتر خواهد بود پسر شما یا دختر شما کارش را تغییر دهد و صدای آمریکا را ترک کند. در برخی موارد بستگان به ناچار می‌شوند بیانیه‌هایی را امضا کنند که بستگان یا فرزندان آنها را متهم می‌کند که جاسوسان غرب هستند. در موارد دیگر پدران و مادران یا بستگان بازداشت می‌شوند، تحت بازجویی‌های طولانی قرار می‌گیرند یا گذرنامه‌های آنها ضبط می‌شوند. تهدید دائمی زندان وجود دارد. یک تاکتیک ناراحت کننده دیگر ارائه ویدیوهایی است که سعی می‌کند گزارشگران را بی‌اعتبار کند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه نگرانی ببخشید. مارک تامسون، مدیر عامل سابق بی بی سی، بارها درباره تاکتیک‌های ناراحت کننده که برای هدف گرفتن ارعاب اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی در بی بی سی به کار می‌رود، مطالبی نوشته. خواهر یک روزنامه‌نگار بی بی سی در کوششی نافرجام برای زیر پا فشار گذاشتن برادر او به اتهامات نامعلوم بازداشت و در یک سلول انفرادی در زندان اوین محبوس شده است. البته اقدام ایران در زندانی ساختن روزنامه‌نگاران هرگز نمی‌تواند از فکر کسانی که درباره آنچه درباره این بخش مهم جهان گزارش می‌دهند دور باشد. دیدبان حقوق بشر و دیگر سازمان‌هایی که وضعیت آزادی مطبوعات را زیر نظر دارند، از دیرباز یادآور شدند ایران از نظر شمار روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند یکی از بدترین کشورهاست.
ما همچنین مقامات ایران را ترغیب می‌کنیم به انداختن پارازیت روی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و فیلتر کردن و وبلاگ‌ها و هک کردن وبلاگ‌های صدای آمریکا و دیگر سازمان‌های خبری پایان دهند. زمان آن است که ایران پرونده این رفتارهای غیرقابل را ببندد و به آرمان‌هایش به عنوان ملتی که تصمیم می‌گیرد اطلاعاتش را از کجا کسب کند پایبند بماند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت این روزنامه نگاران که خطر پرداختن بهای سنگین و محکوم شدن به اعدام را پیش رو دارد. لطفاً تا 2 دقیقه دیگه جمع‌بندی کنید. مرسی از شما. بله، من خیلی صحبتام کمی زیاده. بر اساس گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در صدر زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران به حساب میاد. بر اساس بیانیه‌ای، مرز در فاصله سال‌های 57 و 98 دست کم 860 روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار را روانه زندان کردند. همچنین در گزارشی دیگر، بیش از 50 روزنامه‌نگار خارج از ایران از روهای گوناگون مورد تهدید قرار گرفتند که از این میان 16 نفر تهدید به مرگ شدند. حتی روزنامه‌نگاران را به دلیل خبررسانی درباره علت و آمار تلفات کرونا ویروس نیز تهدید و بازداشت کردند و به آنها حمله کردند. یه خلاصه در مورد نرگس محمدی هم بگم که نرگس محمدی از 20 خرداد تا 11 تیر ماه 89 در زندان به سر می برد و در این مدت بازداشت و وسطش رو که عصبی به شدت بیمار شد. این گزارش درباره نرگس محمدی میگه که در سال 91 با سپردن 600 میلیون وثیقه از مرخصی درمانی آزاد شد ولی مجدداً دوباره برگشت و این خودش نمونه ای از خودسری‌های دستگاه قضایی ایران هستش. به هر حال خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادی. مطالب من خیلی زیاد روی لیستی از اسامی خبرنگارا تهیه کرده بودم که فکر می‌کنم دیگه حوصله جمع خارجه. به امید آزادی ایران عزیزمون ممنونم. مایک رو رها می‌کنم. سپاس از سخنرانی که ارائه فرمودید. تک خانم عشقی نکات بسیار جالبی رو گفتین و بله متاسفانه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در کشور ما از امنیت شغلی برخوردار نیستن و اگه که تمایل داشته باشید برای جلسه آینده میتونید قسمت دوم سخنرانیتون رو داشته باشید. اگر که نظری در ارتباط با سخنرانی تک خانم عشقی دارین لطفا بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم از سخنران بعدی سرکار خانم شراره محمودی با موضوع آیا با حجاب اختیاری اعتراضات متوقف خواهد شد؟ سرکار خانم محمودی لطفا من رو با علامت دست راهنمایی کنید. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود خدمت همکاران عزیزم. امیدوارم که خوب باشید و یک درود ویژه خدمت عزیزانی که دارن از طریق لایو ما رو میبینن و افرادی که در آینده این ویدیو رو خواهند دید. همونطور که خانم اسماعیلی عزیز گفتند در این بخش برنامه قرار صحبت کنیم در خصوص اتفاقاتی که اخیراً در جامعهمون داره میفته و بحث ها و صحبت هایی که وجود داره که اصلا این انقلاب به کجا میرسه، گفتمان های متفاوتی که وجود داره. میخوام در مورد این مسئله صحبت کنیم. من سعی میکنم که حالا صورت مسئله رو باز کنم و خیلی دوست دارم که تک تک دوستانی که توی این جلسه هم هستن اگر دوست داشته باشن توی این اظهار نظرها مشارکت کنن، چون اتفاقی هست که این روزها داره میفته. همونطور که دوستان عزیز همتون مستحضر هستید، تقریبا بیش از 70 روز پیش مهسا امینی 22 ساله به قتل رسید توسط جمهوری اسلامی و اون هم به خاطر حجاب بود. البته مهسا اولین زنی نبود که به این دلیل
به قتل رسید که ما قبل‌تر از اون هم در خصوص همین مسئله حجاب زنان دیگری رو داشتیم که جان خودشون رو از دست دادن، زهرا بنی یعقوب، زنی که به توسط گشت گرفت کمیته حالا اون زمان دستگیر شده بود و به قتل رسید، یا در اوایل انقلاب هما دارابی رو داشتیم که به خاطر اعتراض به مسئله حجاب خودش رو به آتش میکشه. این روزها بعد از این انقلاب و اتفاقهایی که افتاده، ما خیلی ها میگن که ما در خیابانهای ایران که داریم حرکت میکنیم، چون نماد این اعتراض زنان روسری هاشون رو از سر برداشتن یا اون رو آتیش زدن، و این روزها در خیابونها خیلی ها میگن که از 10 نفر زنی که داره حرکت میکنه 6 نفرش مثلا بدون حجابه، حجاب رو نداره یا صرفا یک شالی دور گردن خودش داره. و در ابتدا حکومت خیلی سفت و سخت میگرفت این مسئله رو، خیلی برخورد میکرد. مثلا ما وقتی که الناز رو داشتیم که حجاب از سر برداشت، وقتی که به ایران برگشت تحت یک تدابیر امنیتی بود، ولی بعد از اون یا خانم ریاهی که اولین زنی بود که حجاب از سر برداشت که الان در زندان هست، خیلی از بازیگرهایی که حالا حجاب رو از سر برداشتن اونها رو دستگیر کردن، در زندان هستن، ولی خب یک جاهایی هم بی تفاوتی یا خیلی توجه نکردن از مکانیزم دفاعی منفی مثلا استفاده کردن رژیم رو هم داریم میبینیم. یعنی در مناطق مختلف، در شهرهای مختلف، در شرایط مختلف حکومت داره سیاست‌های متفاوتی رو اتخاذ می‌کنه. شاید یه جایی به شدت سختگیری کنن به خاطر این مسئله، ولی شاید توی یه روزهایی هم نسبت به این مسئله خیلی سختگیری نکنن. بعد از پیروزی تیم فوتبال، همه شما شاهد این بودین که زنانی که توی خیابون بودن اومده بودن جشن بگیرن، که مطمئن عکسشو همتون دیدین در فضای مجازی، حجابی به سر نداشتن و خب خیلی همین مسئله وایرال شد که خیلی ها به خاطر همین مسئله الان در زندان به سر میبرن. ولی ما شاهد تصمیم های دوگانه از طرف جمهوری اسلامی هستیم. این به خاطر این تحلیلگران، افرادی که دارن این مسئله رو دنبال میکنن، نگاه های متفاوتی به این قضیه دارن که من حالا سعی میکنم دو نگاه متفاوت به این قضیه رو اینجا مطرح کنم. یک نگاه ما این هستش که این بار اگر مردم به خیابون اومدن، کل نظام رو نشانه گرفتن و مردم برای آزادی های خودشون به خیابون اومدن، آزادی یعنی داشتن همه حقوق، ما یا همه حق و حقوقمون رو داریم یا نه. این انقلاب شاید شعارش، شعار سمبولیک اون زن زندگی آزادیه و نمادش روسری سوزان و زنان روسری رو از سر بر می‌دارن، ولی این تنها مطالبه، این که اصلا مطالبه نیست، این یکی حق مسلمه، حق پوشش برای زنان. مردم به تنگ اومدن و مطالبات خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تری هم در خصوص مسائل اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و خیلی از مسائلی که الان توی جامعه است رو می‌خوان داشته باشن. و اصلا اگه ما برگردیم به 70 روز قبل، اتفاقهایی که توی کشورمون افتاده، تقریبا ما روزی یک کودک رو انگار از دست دادیم و این حکومت به حکومت بچه‌کش معروف شده، یا افراد زیادی الان در زندان هستن، خیلی حق و حقوق میتونیم بگیم که انگار که علیه بشریت داره، یعنی جرم میکنه جمهوری اسلامی، و ما نمیتونیم نسبت به این اتفاق، یعنی ماها، یعنی مردمی که در خیابان هستن و میخوان از این رژیم عبور کنن، تحت هیچ شرایطی دیگه مسئله شون این مسئله نیست. شاید وقتی که سپیده رشنو
در زندان بود و کسی نمیدونست سپیده رشنو کجاست، یا قبل از اون اگر دخترانی اون مادری که جلوی ون گشت ارشاد رو میگرفت که دختر من مریضه اون رو نبرید، یا قبل از اون اگر مثلا بیدا موحد ایستاده بود و یک شال سفید رو روی دستش گرفته بود، اون زمان زمانی بود که مردم به دنبال مطالبه، یعنی به دنبال آزادی حجاب بودن و زنان میخواستن این حق خودشون رو بگیرن که حکومت جمهوری اسلامی در اون زمان اصلا صدای زنان و مردان رو نشنید و الان هم مردان و زنانی که در خیابان هستن صدای حکومت رو نمیشنون و خیلی ها هم اعتقاد دارن که خب به خاطر حکومت به خاطر اسلام سیاسی که در جمهوری اسلامی هست، اصلا یکی از نمادهای این اسلام سیاسی و هویتی که یعنی جمهوری اسلامی با حجاب زنان داره خودش رو هویت یابی میکنه و اون هرگز کوتاه نمیاد از سر خواستهای خودش که بخواد بگه که نه حجاب رو از سر بردارید. و خب خیلی ها هم معتقدن همونطوری که خیلی سفت و سخت میگرفتن در مورد ماهواره و خیلی مسائل دیگه، ولی الان ما میبینیم که اصلا نه قانونی وضع شده که ماهواره آزاد باشه، نه هم این که آزاد نیست، همه هم توی خونهشون دارن و استفاده میکنن. احتمال داره که جمهوری اسلامی بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی اون چیزی که ما داریم در خیابان‌ها میبینیم وقتی که صحبت میکنیم با مردم معترض، نشون دهنده اینه که مردم واقعا خسته شدن و به دنبال یک حکومت سکولار و دموکرات هستند که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و واقعا دیگه یک حکومت عمام سالار رو نمیخوان و به این دلیله که به خیابون اومدن. یعنی مردم توی این روزها دادخواه هستن، به دنبال تمام حقوق خودشون هستن و میگن که زمانی که باید گفتگو میشد، زمانی که باید مثلا رفراندومی میشد، زمانی که باید رأی و نظر مردم پرسیده میشد، اونها هیچ کاری نکردن و الان ما با یک انقلاب روبرویی و نشونه های خودش رو هم داره. و در خصوص مطالبات زنان در جمهوری اسلامی، حق و حقوقی که در این حکومت ضایع شده در این 43 سال، یعنی به صورت سیستماتیک زنان که نیمی از افراد جامعه بودن مورد ظلم قرار گرفتن، با اسلام سیاسی همواره با خنده‌دارترین تضادها روبرو بودیم. یعنی از یک طرف زنان رو مجبور کردن که حجاب رو بر سر کنن و از طرف دیگه‌ای جمهوری اسلامی چند همسری و صیغه رو تبلیغ میکرده، از یک طرف میگفته بهش زیر پای مادرانه، ولی از طرف دیگه حق حضانت که هیچی، حتی اجازه نداشتن مادران کارنامه بچه هاشون رو توی ایران بگیرن، از دیه، از قصاص، از نقش زنان در نقش های در جاهایی که میتونن نقش های سیاسی داشته باشن، تصمیم گیرنده باشن، در فقط تنها جایی که زنان میتونن باشن مجلس شورای اسلامی مثلا برای مثال، که اون هم بعد از اون توسط ارگان هایی که فقط مردان حق دارن توی اون جاها باشن، اون رأی باز باید مورد تایید قرار بگیره. و جمهوری اسلامی هرگز اگر در مقابله، یعنی هرگز هیچ کدوم از این خواستها و مطالبات زنان رو نمیاد ازشون دست برداره، چون که اینها رو برگرفته شده از دین اسلام میدونه و اگه بخواد همچین کاری رو انجام بده، اصلا هویت اسلامی خودش و اصلا هویتی که، یعنی چیزهایی که داره با خودش هویت یابی میکنه، اونها رو از دست میده. و معتقدند که این گفتمان شاید گفتمان یک بخشی از بدنه نظام باشه، اصلاح طلبان، که بخوان با مطرح کردن همچین موضوعی بیان و تقلیل بدن خواستهای مردمی که در خیابان هستند و تمام قد میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن به حجاب، و میگن که تنها مطالبه و تنها شعار
این انقلاب این مسئله نیست. حتی در مورد اصلاح طلبها و اصولگراها ما همواره داریم میبینیم که از شعارهایی مثل اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دارن مردم استفاده میکنن و بعید میدونن که مردم کوتاه بیان. یعنی چند نظر وجود داره، بعضی معتقدن که خود جمهوری اسلامی هرگز این کار رو نمی کنه و این گفتمان اصلاح طلب هاست و حتی اگر این مسئله هم مطرح بشه الان ما در کف خیابان می بینیم که اصلا مردم از بحث حجاب عبور کردن و خیلی جاها زنان حجاب بر سر ندارن، ولی باز هم در خیابان ها هستن، باز هم دارن به اعتراضات خودشون ادامه میدن و دارن هر روز در خصوص مطالبات خودشون که عبور از جمهوری اسلامی هست و داشتن یک حکومت سکولار دموکرات که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، که این مشخصات رو ما دائما می‌بینیم که مشترک بین گروه‌های مختلفی که دارن به خیابان میان اون رو دارن فریاد می‌زنن. این نگاه‌هایی بود که وجود داره. مثلا در شما توی شورای خبرگان رهبری می‌بینید که 88 عضو داره، اصلا زنان نمیتونن توی شورای خبرگان باشن. زنها چون که زن باید مجتهد باشه یا فقیه، اصلا زنان در جمهوری اسلامی ایران اجازه مجتهد شدن یا فقیه شدن ندارن و مقام رهبری، شورای نگهبان، مجمع مثلا تشخیص مصلحت نظام، اینها مواردی هست که زنان در ایران نمیتونن اونها رو داشته باشن. یعنی ما اگر به مسئله زنان در ایران نگاه کنیم، زنان یا بی حقوق هستن یا اگر یک جایی هم یک حق حقوقی بهشون داده شده نصف حقوق مردان هست. و اگر که ما یعنی زنانی که در خیابان، زنان و مردانی که در خیابان هستن که با ما با این انقلاب و رنسانسی که در ایران باهاش روبرو هستیم، معتقدن که ما اگر 100 سال دیگر هم در جمهوری اسلامی مبارزه کنیم نمیتونیم مواردی مثل دیه، قصاص، ارث رو تغییر بدیم، چون اینها اصول دین هستن و کلام الهی باید رعایت بشه و تنها راهی ما اتفاقیه که در انقلاب فرانسه هم افتاد. یعنی در فرانسه بعد از 200 سال روشنگری علیه کلیسا و حاکمیت کلیسا انجام شد و با سلب کامل مالکیت و قدرت از کلیسا و اجازه دخالت ندادن در امور اجتماعی و امور سیاسی تونستن از این مرحله عبور کنن و اونها هم و مردم ایران هم در این روزها میخوان از این اسلام سیاسی و اسلام سیاسی که تمام اون قوانین زن ستیزانه از اون شر و از اون اسلام گرفته شده عبور کنن و میگن که باید بند ناف جامعه از یک نظام ایدئولوژیک به نام مذهب بریده بشه و خیلی ها معتقدن که این به دست زنانه و این مطالباتی که زنان دارن که تقلیل نمیشه داد این خواست زنان رو به حجاب، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه از اونها رو برآورده کنه، که این فقط حالا خواست زنانه. مردان هم در ایران معترض هستند و به خیابان ها اومدن به خاطر مسائل اقتصادی که وجود داره، به خاطر خیلی از فسادهایی که در جامعه ایران وجود داره، به خاطر رانت ها، به خاطر شرایط محیط زیستی که در ایران وجود داره. چون اگر ما بخوایم یک نگاه واقع بینانه به جمهوری اسلامی داشته باشیم، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی بحرانزا و بحران زیب در طول این 43 سال، یعنی یک بحران هایی رو به وجود آورده برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده، یک گفتمان هایی رو به وجود آورده برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده. از سینما رکس آبادان که در 28 مرداد 1357 اتفاق افتاد، که نزدیک به 700 تن کشته شدن، که در اول اینها اومدن و مسئولیت رو به ساواک دادن، ولی بعد از پیروزی انقلاب یعنی در یه دادگاهی گفتن که گروهی از انقلابیون مذهبی بودن. و در سال 1371 مثلا ما با جنبش کوی طلاب مواجه بودیم که 300 نفر اونجا زندانی شدن، 4 تن کشته شدن. ما جنگ 8 ساله رو داشتیم که
خودتون میدونید که چقدر از جوانان ایران کشته شدن و اونجا هم با دوگانه سازی و با بحران سازی تونست به بقای خودش ادامه بده جمهوری اسلامی. ما 18 تیر 1378 رو داشتیم و به خاطر در ابتدا به خاطر توقیف یک روزنامه بود که 7 نفر دانشجو کشته شدن، تقریبا 300 نفر بازداشت شدن. جنبش اعتراضی 88 رو داشتیم، سال 98 رو داشتیم که تقریبا 1500 نفر کشته شدن و هیچ وقت اصلا کسی در مورد تمام این اتفاقهایی که افتاده هیچ وقت جمهوری اسلامی پاسخ نبوده، یعنی هیچ وقت نیامده یک پاسخی به مردم بده و اصلا توضیح بده. اصلا کسی نمیدونه که اون 1500 نفر چطوری کشته شدن، چرا کشته شدن در 3 روز. و الان هم که با مرگ مهسا ما میتونیم بگیم طولانی ترین و بزرگترین اعتراضات که بهش میتونیم بگیم جنبش ها، یعنی ما تمام جنبش هایی که در همه این سال ها داشتیم که من چند تا شما مثال زدم برای شما فعال بودن در این انقلاب حضور دارن و مطالبات خودشون رو دارن فریاد میزنن، از دانش آموزان، از دانشجویان، از کارگران، از تمام اصناف، تمام گروه ها، تمام طبقه های اجتماعی وجود دارن. و اگه ما یک نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی در مورد محیط زیست بندازیم، در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه، زاینده رود، بختگان، پریشان، همه آدم هایی که توی سال 67 کشته شدن، اعدام شدن به ناحق و همه اینها اومده، یعنی نه به مطالبات سیاسی مردم، نه اجتماعی مردم، نه اقتصادی مردم هرگز جمهوری اسلامی جواب نداده. و اگر مردم الان در خیابان هستن و یکی از مطالباتشون به شکل نماد در اومده و بیشتر در موردش صحبت میشه، دلیل نمیشه که بقیه مطالبات رو فراموش کردن. نه، مردم همه اون مطالبات رو دارن، به اضافه این مسئله‌ای که وجود داره در مورد تبعیض‌هایی که همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته، نابرابری و تبعیض دینی در جمهوری اسلامی که طبق اصل 12 که توی جمهوری اسلامی بوده، دین اسلام و شیعه رو دین رسمی اعلام کرده و اقلیت‌هایی مثل کلیمی و مسیحی و زرتشتی رو به رسمیت شناخته و یه اصل 13 داشته که مثلا افرادی که بهایی هستن رو این همه سال ما می‌دونیم که مورد بر اساس اصل 13 اون از تحصیل محروم شدن، مورد ظلم قرار گرفتن، زندانی شدن. و همین رو در مورد اقلیت‌ها، در مورد ملیت‌های مختلف ما در جمهوری اسلامی داشتیم. در منطقه مثلا سپاه پاسداران یک نیروی بحران آفرین بوده همواره در جمهوری اسلامی. اگه بخوایم یه نگاهی به خود جمهوری اسلامی در دنیا بذاریم، بندازیم، میبینیم که دنیا هم دیگه این روزها نمیخواد جمهوری اسلامی باشه، یعنی یه جوری انگار معضل برای دنیا هم به وجود میاره. مثلا دیپلماسی گروگانگیری داشته همواره توی این 43 سال توی روابطش با کشورهای غربی، یک نفر رو حالا گروگان میگرفته که اینها رو یا با پس دادن زندانی یا آزاد کردن یک مقدار پول. به این روش‌های مختلف در طول همه این سال‌ها، این گفتمان‌ها و این روش‌هایی بوده که برای بقای خودش جمهوری اسلامی به کار گرفته. و این روزها اگر هم سخن به میان میاد از تقلیل دادن این مسائل و مشکلات به مسئله فقط حجاب، این گفتمان نمیتونه گفتمان مردم باشه، مردم کف خیابون، شاید گفتمان برخی از بدنه نظام باشه که اینها نه از طرف حاکمیت قدرت دارن و نه از طرف مردم مشروعیت دارن. پس میتونیم در حال حاضر، یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم، به زعم خودم اصلا قابل مذاکره و صحبت کردن نیست، ولی خب باز هم باید منتظر بشینیم و ببینیم که چه تصمیم هایی گرفته خواهد شد. مرسی از این که من رو شنیدید و خوشحال میشم که نقطه نظراتتون رو هم بشنوم در ادامه. سپاس. سپاس از سخنرانی که ارائه فرمودید سرکار خانم مهبودی. واقعا توقعات و انتظارات مردم ایران محدود به داشتن حق حجاب نیست و در از حق داشتن حجاب یکی از زیرمجموعه های داشتن حق انتخابه که متاسفانه مردم ما توی هیچ زمینه‌ای برخوردار نیستن از حق انتخاب کردن، حالا توی تک تک بخش‌های مختلف. اگر که صحبتی در ارتباط با سخنرانی خانم مهبودی دارین لطفاً بفرمایید.
خب اگر که نظری نیست میپردازیم به بحث آزادمون با موضوع زنان در انقلاب پیشرو. در ابتدا من یک سری توضیحات رو ارائه میدم در مورد نقش زنان. تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد زنان ایران اولین نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران بودند، زیرا جمهوری اسلامی پیش از هر قشر و گروهی به جنگ مستقیم علیه زنان رفته است. نظام اقتدارگرا و مردسالار جمهوری اسلامی ایران با سیاست یا روسری یا دوسری و با این تصور باطل که زنان ضعیف‌ترین انسان‌ها هستند و سرکوب آنان ساده‌تر از بقیه نیروهاست علیه زنان دست به کار شده. اما غافل از اینکه زنان خود را به اولین و پرشمارترین معترضان در جمهوری اسلامی تبدیل کردند. هنوز یک ماه از انقلاب ایران نگذشته بود که تظاهرات پرشمار زنان به مناسبت روز جهانی زن در اسفند سال 1357 به صحنه اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شد. زیرا روح الله خمینی با فاصله کوتاهی از انقلاب قانون حمایت خانواده را لغو و حجاب اسلامی را در کشور اجباری کرد و این گونه اولین پایه‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در جمهوری اسلامی آغاز شد. نقض حقوق زنان ایران در سالهای بعد به مرور ابعاد تازه و سویه‌های جدیدی یافت. علاوه بر عقب نشینی از بسیاری از دستاوردهای ایران در حوزه زنان، قانونگذاران جمهوری اسلامی با تصویب قوانین ضد زن نقض حقوق زنان را نهادینه کردند. گرچه ظاهراً روسری و چادر بر حیات اجتماعی زنان در ایران سایه سیاه افکنده است، اما هرگز زنان تسلیم نشدند و اعتراضات زنان نیز همپای سرکوبشان سویه های جدید یافت و آنان کم کم خود را از حاشیه های اعتراض ها به متن آوردند. قدرت و پیشروی آرام زنان به گونه‌ای بود که اکنون 4 دهه پس از اعتراض زنان در ابتدای انقلاب بار دیگر زن به محور اصلی یک اعتراض، این بار بزرگتر و پرشمارتر تبدیل شده است. درست است که جرقه اولیه اعتراضات کنونی خشم مردم نسبت به ریخته شدن خون یک زن بوده، اما آتش‌های زیر خاکستر بسیار دیگری به اندازه کافی وجود داشته که این اعتراضات را به فراتر از یک خونخواهی ساده تبدیل کنند. اگر که قصد مشارکت در بحث آزاد رو دارین، لطفاً با علامت دست من رو راهنمایی کنید تا مایک رو برای شما پاس کنیم. قطعا نقش زنان در انقلاب پیشرو بسیار مؤثر هست، چون که اصلا شروع شدن این انقلاب از کشته شدن خانم مهسا امینی شروع شد که داستان کشته شدن ایشون رو متاسفانه تمام دنیا فهمیدن که به چه طرز فجیع ایشون کشته شدن با ضربه مستقیم به سر و قبل از اینکه به بیمارستان رسونده بشن متاسفانه فوت کردن. و علتی که ایشون رو بازداشت کرده بودن به دلیل این بوده که گفتن حجاب ایشون کامل نبوده، اما با عکسایی که بعداً منتشر شد تمامی کاربران این نظر رو داشتن که حجابی که خانم مهسا امینی داشتن و پوششی که در اون زمان داشتن کاملا متناسب بوده با اون عرفی که جمهوری اسلامی تعیین کرده. و متاسفانه این موضوع که هر کسی مطابق میل خودش عمل میکنه و هر کسی یک حاکم دیکتاتور برای خودش محسوب میشه توی هر بخشی که داره کار میکنه، این یکی از معضلات اصلی هست. اگر که واقعا به پروتکل های اداری پایبند باشن و سعی کنن حتی طبق قوانین مردسالارانه و قوانین ضد زنی که خود جمهوری اسلامی ایران نوشته عمل کنن، حق این رو ندارن که بعد از بازداشت آسیب جسمانی به کسی وارد کنن. اما طی این چندین دهه گذشته واقعا از اعترافات اجباری که گرفته شده و آسیب هایی که وارد شده متوجه میشیم که به هیچ کدوم از این موضوعات پایبند نبودن. همونطور که خانم محمودی اشاره کردن، از اعتراف اجباری که از خانم سپیده رشنو گرفتن و چهره‌ای که از ایشون در تلویزیون منتشر شد کاملا واضح بود که به چه طرز فجیع ایشون مورد شکنجه قرار گرفتن. و یا یکی از جوانان ایرانی به نام خانم یلدا افضلی که بعد از آزاد شدن از زندان جمهوری اسلامی ایران
تصمیم به خودکشی گرفتن کاملا واضح و نشان دهنده هست که چه اتفاقاتی در حال حاضر در زندان‌های ایران داره اتفاق می‌افته، که متاسفانه یکی از پیام‌های صوتی که یکی از خبرنگاران بازداشتی برای خانواده خودشون فرستاده بودن عنوان می‌کنه که وضعیت در زندان‌ها بسیار ناگواره، اصلا تفکیک سلولی وجود نداره، زندانیان جرائم عمد رو با زندانیان سیاسی در یک شنگهداری میکنن و مدام تحت شکنجه روحی هستن و اصلا امنیت جانی برای زندانیان وجود نداره. و متاسفانه تعداد بازداشتی‌های اعتراضات در حال حاضر به بیش از 18,000 نفر میرسه. 18,000 نفر از هموطنان ما در حال حاضر در زندان‌ها به سر میبرن و وضعیت زندان‌ها مخصوصاً برای زنان از وضعیت فاجعه‌باری برخورداره و خبرهای جدیدی که منتشر شده مبنی بر تجاوز به کودکان بازداشتی چه دختر چه پسر در تک تک زندان‌های ایران که متاسفانه فاجعه‌بار هستن. سرکا خامشقی، ما در اختیار شماست، بفرمایید. و به نظر منم که زنان که نقش خیلی مهمی داشتن، اینقدر مهم بود نقششون که تمام فقط مختص به زنای ایران نبود، کل دنیا با زنان ایران ما همصدا شدن و مشکلات ما رو فریاد زدن که همین شعار زندگی آزادی رو همشون گفتن. بعد من همین نیم ساعت پیش یه خبری رو خوندم که جمهوری اسلامی آقای قفوری و آقای حسین رونقی و اینا را به قید وثیقه آزاد کرد. به نظر من این همصدایی باعث شد که جلسه ای هم که تو همین سازمان ملل گذاشتن انگار یک کمی این جمهوری اسلامی ترسیده احساس میکنم و داره یه حرکت هایی میکنه. حالا نمیدونم این خوبه یا بده. خیلی ناراحتیم که مثلا زندانیامون، خیلی خوشحالیم که زندانیامون دارن حداقل با قید وثیقه آزاد میشن، به درمانشون ادامه میدن، ولی یه سوال دارم، نمیدونم نظر شما چیه، واقعا به نظر شما این چجوری میشه حالا که مثلا احساس میکنم جمهوری اسلامی داره نرمش نشون میده، داره کم کم یه کاره میکنه که بعد یه خبر دیگه هم امروز من خوندم که این حکومت های سرکوبگرا که تا همین دیروز که داشتن مردم رو میزدن، امروز جلوی پاساژا وایستاده بودن و به مردم گل میدادن و خیلی ناراحت از این بودم که مردم با خوشحالی میرفتن این گلا رو میگرفتن. نمیدونم چرا مردم چنین برخوردی کردن، یعنی تا دیروز داشتن این رو میزدن، امروز رفتن گل گرفتن از نیروهای سرکوبگر. نمیشه که آدم یک شبه که آدم اینقدر رنگ عوض نمیکنه. حالا نمیدونم نظر شما چیه، نظر دوستان چیه؟ ممنونم. مرسی از مشارکت شما تکو خامشقی. به نظر من همونطور که ثابت شده است در طول تاریخ، مردم ایران واقعا مردمان مهربون و دلسوزی هستند و اینکه باور میکنن گلهایی رو که این نیروهای سرکوبگری که تا دیروز مردم رو میزدن و الان اونا رو باور میکنن و این گلها رو از اونها میگیرن، تنها میتونه متکی به مهربونیت مردم ایران باشه. فقط سرکوب خام شرقی، بفرمایی مایک در اختیار شماست. من هم سلام میکنم خدمت شما و تمامی حضار در جلسه. در رابطه با مطالبی که سرکار خانم عشقی فرمودن، من نظرم به این هستش که بر اساس اون اخباری که در واقع منتشر شده از دیدار جبهه اصلاح طلب با سران حکومت که دیشب با حضور آقای اژه‌ای هم در داخل این جلسه، در واقع این جلسه برگزار شده و حکمی که امروز آقای اژه‌ای در رابطه با بخشش و اعمال حالا حکم‌های
بخشش در رابطه با افرادی که در اعتراضات بودن صادر شد، من احساس میکنم که در واقع حکومت حالا از موضع جهانی نسبت به خودش و یا از ادامه این روند در رابطه با تصمیماتی که جامعه جهانی در خصوصش بگیره ترسیده و داره این واکنش رو از خودش نشون میده، چون این 43 سال نشون داده که حکومت هیچ وقت حاضر نبوده که از مواضعی که روشون حساسیت داره و فکر میکنه که با اونهاست که در واقع افراد رو میتونه توی این اسارت نگه بداره، هیچ وقت کوتاه نیومده و خب فکر نمی کنم این واکنشش نشون دادن واکنش جالبی باشه و بخواد مدارا کنه با مردم و بخواد صدای اعتراضات مردم رو بشنوه. ممنون از اینکه مایک رو در اختیار من قرار دادین. من مایک رو رها میکنم. سپاس از مشارکت شما سرکار خانم شرقی. بله، از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران در ایران پایه‌گذاری شده 43 سال میگذره و در طول این 43 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران همیشه در تلاش بوده که از هر روشی و به هر نفعی، حتی به قیمت تجزیه ایران، حتی به قیمت کشته شدن مردم ایران، حتی به قیمت به تاراج رفتن ایران، بتونه موقعیت خودش رو حفظ کنه. همونطور که اول اینکه انقلاب پیروز شد و بعد از اون مخالفت‌های مردم نسبت به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، موضعی که جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد این بود که یک جنگی به راه بندازه و جنگی که میتونست بعد از یک سال تموم بشه، متاسفانه 8 سال طول کشید و در طول این 8 سال سعی کرد که ذهن مردم رو با جنگ مدهوش کنه و این ترس و وحشت رو به جون مردم بندازه که هر آن ممکنه یک اتفاقی بیفته و بهتره که زمان حال رو در نظر بگیریم. و بعد از اون هم در طول واقعا سالیان بعد ما تجمعات اعتراضی بسیاری رو داشتیم که با سرکوب نیروهای سرکوبگر مواجه شدن. در سال 88، آبان 98 و خیلی از اعتراضات دیگه که داشتیم، اما این بار مردم ایران هوشیارتر، آگاهتر هستن نسبت به تمامی زمانها، چون در حال حاضر مردم ایران از تمامی اقشار جامعه دور هم جمع شدن و با تمامی گروه های سنی. درسته جوان های دهه 80 پیشگامان انقلاب الان ایران هستند، اما بزرگترهایی که دههای 60، 50، 40 هستند دیدن خیلی از روش هایی که جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته برای گمراه سازی مردم رو و میتونن جوانان رو آگاه کنن، در صورتی که جوانان ما هم به اندازه کافی آگاه هستند نسبت به تمامی فریب‌هایی که جمهوری اسلامی ایران تا به الان در پیش گرفته. حتی اگر که اینترنت قطع باشه، حتی اگر که به کشتار مردم ایران ادامه بدن، حتی اگر نذارن که مردم ایران با همدیگه در ارتباط باشن، از حال همدیگه با خبر باشن، اما مردم ایران در هر جای جهان که باشن با یکدیگر واقعا همدل و یک صدا هستن و درسته ایرانی‌ها این که در خارج از ایران هستن شاید نتونن حضوراً و جسماً در کنار مردم باشن در حال حاضر در خیابان، اما تا جایی که از دستشون برمیاد و با این آزادی که در خارج از ایران وجود داره برای صحبت کردن، برای حق اعتراض کردن، برای حق انتخاب داشتن، مردم ایران در جای جای جهان در تلاش هستند که صدای مردم ایران در حال حاضر باشن و صدای مردم معترض ایران رو به گوش تک تک جهانیان برسونن. و همینطور که در طول این 2 ماه گذشته دیدیم، واقعا تلاش هایی که هموطنانمون داشتن بی نتیجه نبوده و در واقع میتونیم بگیم تمام جهان در حال حاضر آگاه هستن نسبت به ظلمی که داره به مردم ایران میشه و اتفاقاتی که داره میافته. حتی اگر که یک سری از هموطنانمون رو تهدید کنن و نذارن که در
یک رویداد جهانی که از تمام جهان هستن نذارن که در مورد مردم کشورشون صحبت کنن، اما ایرانیان هیچ وقت دست از تلاش بر نداشتن و ما به تلاش خودمون ادامه میدیم که صدای مردممون باشیم. من بیشتر مشتاق هستم که همکاران دیگه صحبت کنن و من ادامه دهنده بحث نباشم، چون جهت سخنرانی نیست و موضوع بحث آزاد هست و باید در ارتباط با موضوع بحث آزاد با همدیگه تبادل نظر داشته باشیم. لطفاً در ارتباط با موضوع بحث آزاد که زنان در انقلاب پیش رو هست، اگر که نظری دارین لطفاً بفرمایید. سوالی که برای من پیش میاد این هست که از نظر شما نقش زنان در انقلاب پیش رو تا چه حدی بوده؟ یعنی جایگاه زنان رو در انقلاب پیش روی که به وجود اومده در چه جایگاهی میده؟ از سرکا خوام شرقی بفهمید. ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. میخواستم در رابطه با سوالی که پرسیدین و حالا موضوعی که موضوع بحث هستش، این رو خدمتتون عرض کنم که به نظر من زنان در هر رده سنی و در هر جایگاهی در جامعه که قرار دارن، خب به عنوان محوریت این انقلاب به نظرم زنان جامعه ایران با وجود تمام محدودیت هایی که داشتن، چه از نظر سانسور که در داخل ایران بود، چه از نظر خانواده هایی که تحت عنوان حالا شوهر یک زن، پدر یک زن، برادر یک زن میتونستن موانع خیلی بزرگی برای زنان جامعه ایران باشن، با این وجود زنان جامعه ایران در واقع زمانی که در جایگاه مطالبه گری حقوقشون قرار گرفتن، یعنی در وهله قبل اون نسبت به حقوقی که داشتن آگاه شدن و تونستن این آگاهی رو کسب کنن و در جایی که همه محدودیت ها وجود داشت حرف خودشون رو حالا به مسئولین کشور، به جامعه جهانی برسونن و حق خودشون رو مطالبه. به نظر من نقش زنان چه در این انقلاب چه در آینده این انقلاب و آینده میتونه فردانی آگاه رو تربیت کنه و این زمانی اتفاق میفته که خودش به عنوان یک فرد آگاه در جامعه باشه و بتونه این آگاهی رو به فرزندان خودش بده و در نهایت جامعه ای باشه که مرد یا زن یا حتی هر نوع قشر و صنفی بتونه از حقوق خودش دفاع کنه. همونطور که گفتین این اعتراضات درست از زنان شروع شد، ولی خب آتش هایی که زیر خاکستر بودن رو هم باعث شد که بهشون در واقع رد رو بده که حق خودشون رو مطالبه کنن. این زنان بودن که مشوق بودن. آگاهی رسان به نظر من نقش خیلی موثر. مایک رو در اختیارم قرار دادی، من مایک رو روان کنم. سپاس از مشارکت شما سرکار خانم شرقی. بله، به نظر من هم واقعا مادران همیشه تاثیرگذار هستن. همونطور که طبق تصاویری که به دستمون رسید مشاهده کردیم، مادرانی که می اومدن فرزندانشون رو که جزو نیروهای سرکوبگر بودن می بردن و می گفتن که این مردم مردم شما هستن و شما نباید مردم خودتون رو بکشید، و مادرانی که همچین فرزندان شجاعی رو تربیت کردن که تصمیم گرفتن نه تنها آینده خودشون رو، آینده کشوری که در اون زندگی می کنن رو تغییر بدن و علاوه بر این که بخوان آینده سازان کشورشون باشن، واقعا تغییر دهندگان آینده کشورشون باشن. و من هم واقعا امیدوارم که انقلاب ایران به ثمر برسه و به زودی شاهد ایرانی آزاد و همکاران دیگه لطفا نظر خودتون رو در ارتباط با نقش زنان در انقلاب پیش رو عنوان کنید.
یکی از نکات دیگه‌ای که وجود داره در ارتباط با انقلاب پیشرو وحدت و اتحادی هست که بین مردم ایران از هر قش و قومیتی که به وجود اومده، چون یکی از واقعا تلاش های جمهوری اسلامی ایران همیشه بر این بوده که بخواد اختلاف بندازه بین قومیت های مختلف ایران و بخواد بگه که کردها و ترکها، بلوچها و فارس ها و یا لورها با همدیگه مشکل دارن. اما در حال حاضر با انقلاب ایران مشاهده میکنیم که مردم ایران از تک تکی قومیت ها در کنار همدیگه هستن و هر جا که هر شخص معترضی از هر قومیتی کشته میشه، تک تک قومیت های دیگه به عنوان یاری و کمک و همدلی و همدردی به سمت قومیت های دیگه میشه تابن و کمک دهنده و یاری دهنده همدیگه هستن. و دیدن این تصاویر با وجود اینکه بسیار دردناک هستن، خوشحال کنندم هستن اینکه اتحاد مردم ایران رو در کنار همدیگه میبینیم. و متاسفانه همونطور که در ابتدای جلسه‌ام خدمتتون عرض کردم، در ارتباط با وضعیت معترضینی که در حال حاضر در زندان‌ها به سر می‌برند، واقعا وضعیت اسفباری در حال حاضر حاکم هست. درسته که یک سری خبرهای خوب رو می‌شنویم که یک سری از اعتراض کننده‌ها آزاد شدن به قید وثیقه، اما طبق مثالی که براتون زدم، مثل خانم یلدا افضلی که وقتی که آزاد شدن تصمیم گرفتن که خودکشی کنن، واقعا اتفاقاتی که به جوانهای ما، نوجوانهای ما و هموطنان ما تو این زندان ها میگذره، حتی اگر که از این زندان ها آزاد هم بشن، واقعا از لحاظ روحی و روانی بسیار آسیب دیده هستن و مدت زمان زیادی رو احتیاج دارن تا بتونن دوباره به حالت اولیه خودشون برگردن. و طبق ویدیوهایی که مشاهده میکنیم، تک تک کسانی که بازداشت شدن و یا به قتل رسیدن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، همگی سرشار از نشاط و انرژی هستن و واقعا باعث تأسفه که میبینیم دولت جمهوری اسلامی ایران چطور میتونه باعث بشه که همچین جوانان و نوجوانانی که سرشار از عشق به زندگی هستن، اینجوری جان خودشون رو از دست بدن یا تصمیم بگیرن که دیگه در این دنیا نباشن. واقعا اتفاقاتی که میفته باعث تأسف هستن و همونطور که قبلا هم عرض کردن، امیدوارم که نتیجه انقلاب ایران پیروزی مردم ایران باشه و به زودی شاهد ایرانی آزاد و آباد باشیم. خب من در انتها یک بار دیگه دستاندرکاران جلسه رو خدمتتون عرض میکنم. سخنرانان و موضوعات سخنرانی اونها سرکار خانم کوثر ولی‌زاده با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض زنان در آبان ماه 1401، سرکار خانم فهیمه تیموری با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه این با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم فرشیده پورازران با موضوع امنیت جامعه زنان ایران، سرکار خانم سپیده عشقی با موضوع زن ایرانی، خبرنگاری و روزنامه نگاری، سرکار خانم شهره محمودی با موضوع آیا با حجاب اختیاری اعتراضات متوقف خواهد شد، و بحث آزاد رو داشتیم با موضوع زنان در انقلاب پیشرو. مسئول جلسه آیلر اسماعیلی، منشی جلسه سرکار خانم لیرا رمضان، مسئولین ضبط صدا و تدوین سرکار خانم سمانه بیرجندی و جناب آقای سعید پورمند، ادمین ها سرکار خانم زهرا یزدی هاشمی، جناب آقای محمد یوسف احمدی و جناب آقای حسین طباطبایی. من ختم جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان رو در ساعت 20:58 اعلام